برگو سخنی صدای من باش، برخوان غزلی نوای من باش. برخیز و نسیم در هواریز، با سبزی بیا صفای من باش. من زندگیم برای دل بود، تو نیز دلا برای من باش. قفل از در بسته یار بردار، آزادی من رهای من باش. رفتی تو اگر به خانه ما، یادآور رفته های من باش. دیدی تو اگر جوانیم را، از بحر خدا تو جای من باش. او را به نواز و در بغل گیر، تو هق هق گریه های من باش. اگر تصادفه همدران عزیز به شهر ما رفتی، تو زادگاه ما، به محله ما، تصادفاً کودکی ما رو دیدید، نوجوانی ما یا جوانی ما رو دیدید، شما جای ما، دلجویی کنید، احوال پرسی، همدردی. دیدی تو اگر جوانیم را، از بحر خدا تو جای من باش. او را به نواز و در بغلی تو حق حق گریه های من. همینم خب در آستانه ساروز انقلابی، اجازه بدید که بریم به سراغ شخصیتی که در اون روزها بسیار فعال بود در شرکت نفت، از رهبران جنبش چپ در میان کارگران صنعت نفت، آقای حشمت رئیسی در آلمان. آقای رئیسی درود بر شما. دیبودی عزیز و همکاران بسیار محترمتون و شنوندگان و بینندگان فرهیختتون، امیدوارم که بتونم خدمتی به ملت ایران، دوستان، عزیزان کرده باشه. چقدر سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. میدونم که شما خاطرات فوق‌العاده‌ای دارید از اون روزها، روزهای حیرت انگیزی است. شما یکی از قربانیان حوادثی که در ایران گذشت، امروز به ناچار در بیرون از ایران زندگی میکنید به طور ناخواسته. به من بفرمایید که به طور خودخواسته در واقع، آقای رئیسی، در چنین روزهایی در اون زمان پیش از انقلاب کجا بودید؟ چه گذشت و بر خود شما و بر در محیطهای کارگری، ببینید در صنعت نفت؟ ما سراپا گوشی. بله، من فکر میکنم این روزها، یعنی در حقیقت از شهریور به بعد، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اینها بسیار حوادث تند و سریع و غافلگیر کننده ای رو کشور ایران از سر میگذارم. یعنی بزرگترین تحلیلگرها، بهترین سیاستمداران همیشه از سیر حوادث عقب بودن. حتی به نظر من امروز که با دقت بیشتر مسائل رو دنبال میکنم، هم حکومت از سیر حوادث عقب ماند و هم حتی آمریکایی ها کاملا به نظر میاد غافلگیر شدند و در نتیجه از سیر حوادث عقب ماندن و در نتیجه دائما کوشش میکردن ابتکار عمل رو به دست بگیرن با اقداماتی که میکردن. ولی کی کوشش میکرد؟ هم حکومت هم آمریکایی ها. ولی کاملا نشون میداد که تاکتیکایی که اتخاذ میکنن کاملا به ضد خودش تبدیل میشه. به عنوان مثال میگم، این رو اول عرض کرده باشم که نظریات و تئوری‌های گوناگونی در مورد انقلابات هست، از به اصطلاح نظریات شناخته شده و معروف مارکس و لنین تا نظریات پارتو تا نظریات دورکایم تا نظریات گوناگونی هست. درست. ولی یک نظریه خیلی برای من جالب بود. معتقد بودن که این نظریه پرداز، فکر کنم اسم پارتو باشه، میگه که
به اصطلاح طبقه حاکم از دو عنصر تشکیل میشه، یکی شیر صفتان و یکی روبا صفتان. میگه اگر تناسب بین این شیر صفتان و روبا صفتان به هم بخوره، یعنی تناسب قدرت دیگه ها؟ بله، یعنی که شیر صفتان حکومت کم بشن و شیر صفتان مخالف بیشتر بشن، معادله به هم بخوره، معادله قدرت، تعادل اجتماعی به هم میخوره. درسته. این سخن رو به زیبایی هرچه تمامتر نخستین بار در تاریخ و فلسفه سیاسی مدرن ماکیاول گفته دیگه، نه؟ که گفت تو کتاب معروف شهریار گفته که سلطان شهریار باید دو خصوصیت داشته باشه، یکی شیر صفت باشه تا مخالفان ازش بترسن، یکی روبا صفت باشه که بتونه طلاها و دامهایی که جلو پاش میگذرن تشخیص بده و اونا رو رفع کنه. این دو عنصر برای شهریار کلیدی هست. درست. در کتاب معروف شهریار اینا رو خیلی قشنگ توضیح میده که فکر میکنم این نظریه پرداز جدید هم روی این عنصر تاکید کرده که این دو خصوصیت میبایست وجود داشته باشه. متوجه. و من فکر میکنم با رویدادهایی که دیدم روز به روز صف شیر صفتان، یعنی کسانی که تهاجمی بودن، کسانی که حاضر بودن هزینه بپردازن، هزینه های سنگین حتی مرگ، در مخالفین به سرعت شروع کرد به بالا رفتن و در بالا عکس این اتفاق میفتاد، دچار ریزش. یعنی اونهایی که نیرو به اصطلاح خواهان برخورد قاطع بودن تصفیه می شدن و به عقب می رفتن. خب این در هیئت حاکمه بود. میخوام ببینم خود شما در اون زمان، اولا چند سالتون بود اون موقع، چه پستی داشتید، در چه مقامی داشتید، اینو اول توضیح بدید و به کدام گروه گرایش داشتید، به کدام گروه سیاسی. من وقتی که دستگیر شدم پالایشگاه تهران کار میکردم. البته دوره کارآموزی در آقاجاری گذارم، در پالایشگاه آبادان کار کرده بودم و برای افتتاح پالایشگاه تهران که سال 1346 افتتاح شد، به اصطلاح تمام تیم فنی، چه مهندس، چه کارگر، چه متخصص، از پالایشگاه آبادان عمدتا آمدن و در اونجا کار میکردم. پس در موقع انقلاب شما در تهران بودی، در جنوب نبودی، در تهران بودی. فعالیت سیاسی من که منجر به دستگیری شد، چاپخانه و همه اینا در پالایشگاه تهران بود. خب چرا شما رو دستگیر کرد؟ وقتی که بله، چرا دستگیرتون کرد؟ من من فکر میکنم که اون موقع بیشتر به اصطلاح کارهای صنفی رو دستگیری هات نداشت. آها. در زمان شاه که مثلا یک کسی اعتصاب کرده باشه، چون قبل از اون من در رابطه با مدیریت اعتصاب ها و اعتراض ها عنصر شناخته شده ای بودم برای ساواک، برای حکومت، برای مدیران و عناصری که به اصطلاح دوستانی که این پدیده رو سامان میدادن شناخته شده بودن تقریبا. خب به عنوان یک فعال کارگری حساسیت ها در حد احضار کردن، نصیحت کردن، تهدید کردن و بازداشت های خیلی کوتاه مدت منجر می شود. ولی در رابطه با فعالیت سیاسی و مخفی چنین برخوردی نمی شود. خب علتش این است بود که من از سال 48 تا 53 تقریبا نزدیک به 5 سال چاپخانه پالایشگاه تهران رو که یکی از چاپخانه های مدرن بود به اصطلاح کار میکردن در اونجا. با چه سمتی؟ با چه سمتی؟ کارگر چاپخونه بودی؟ کارگر حروفچین و اینا یا نه؟ اتفاقا خوبی این چیز این بود که
ماشین های مدرن برای اولین بار که میومد میومد شرکت نفت دیگه. آه درست. ماشین های زیرهاکس اومد. آه. ماشین های فیلم و زینکی اومد که سرعت عمل به شدت بالا میبره. آها. و به همین دلیل هم این امکان برای من فراهم شد که کتاب ها، جزوه ها، اعلامیه ها و به مقیاس زیاد رو چاپ بکنم. یعنی به طور غیر قانونی، به طور غیر قانونی. معلومه غیر و مخفیانه نبود. و مخفیانه. همکارم نشید تو اون چاپخونه؟ همکار کسی هم همکارتون بود؟ یعنی کسانی با خودتون هم داستان کرده بودید؟ من اتفاقا چون جوان بودم و پر انرژی طوری بود که اضافه کاری میکردم، یعنی 8 ساعت کار میکردم برای کارهای اداری روزمره، 4 ساعتم اضافه هر روز کار میکردم، روزهای تعطیلم کار میکردم، این 4 ساعت تنها بودم. جالبه. تو این 4 ساعت بله به اصطلاح به طور سیستماتیک برای این به اصطلاح چاپ مخفی کار میکردم. با هیچ سازمان سیاسی هم در ارتباط بودی؟ در اون موقع سالای 48 نه به هیچ وجه نبودی، بلکه با اتکاب خودم و با تفکر فکر خودم و ضرورت این مطلب که این کتاب ها باید پخش بشه این کاره میکردم. خب تو اون اعلامیه چی می‌نوشتید؟ چی میخواستید؟ در اون طبیعتا اولین اعلامیه رو خودم نوشتم، چاپ کردم، پخش کردم. چی میخواستید؟ تو اون اعلامیه چی عنوانش این بود که سکوت در مقابل ستمگر خود ستمی دیگر است. این عنوان اعلامیه بود که برای اون انتخاب کردم، تقریبا در یک صفحه بود و بعد خودم چاپ کردم و در حدود 5000 نسخه توزیع کردی؟ شب تا صبح بردم، یادم میاد تو تهران پارس، نارمک، تمام اون مناطق، خونه به خونه مینداختم میرفتم. و به اصطلاح یه احساس مسئولیت وجدانی برای خودم قائل بودم که رسالت و وظیفه‌ای دارم که باید تا پای جان انجام. خب ته دلتون، ته ذهنتون خواهان براندازی حکومت شاه بودید یا اینکه نه دلتون میخواست اصلاحاتی در اومن بکرد صورت بگیره؟ چی میخواست؟ آقای میبودی، انسانی که به اصطلاح با ادبیات انقلابی آشنا بشه، من خیلی زود با ادبیات انقلابی آشنا شدم. خب معلم های من تو آموزشگاه تو این زمینه به من خیلی کمک کردن یا جهت دادن. عجب. توده‌ای بودن. آها. چپ بودن. اولین کتاب هایی که من یادم میاد به دستم دادن، چون من از کلاس پنجم دبستان کتاب خون شدم، بیشتر به اصطلاح کتاب های ماجراجویانه رو دوست داشتم و اتفاقا مثلا کتاب های مثلا فرض کن چی میگن، اولین کتابی که من خوندم بله. کتاب های ماجراجویانه، کتاب های پلیسی دوست داشتم دیگه. آها کتاب پلیسی بسیار. این کتاب ها میدونید چه حسنی داشت برای من؟ حسن اینه که عادت به مطالعه رو در من زیاد کرد. زیاد کرد. متوجه. به خاطر همین میگن کتاب خوب و بد نداره. متوجه. برنارد شاو یه حرف معروفی میزنه، میگه کتاب بد هم مثل اون خرابه‌ای ممکنه باشه که ممکنه یه گنج توش پیدا کنی. درست. یعنی که یه ایده، یک مطلب بگیری از یه کتاب، این کلی مسئله است برای فکر کردن تو. متوجه. و همین دلیلم مثلا همین پدیده رو الان تو کتابخونهای معروف دنیا که من نام ببرم، که سرعت کتابخونیشون بسیار بالا بوده، در آمریکایی‌ها جناب آقای کندی این خصوصیت داشت، شهرت داره. شهرت داره. توی روسا لنین بود. توی آلمانا هیتلر بود. این آدم به اصطلاح توی هایم بی خانمان ها هم که بود، که گرسنه بود دیگه، هیتلر توی هایم بی خانمان ها بود، اونجا هم هر چی داشت پول میداد کتاب میخرید. و شما این خصوصیت رو داشتی؟ من خوشبختانه توی از کودکی افتادم توی این مسیر. مثلا هنوز که هنوز است، تراژیک ترین تأثیری که کتاب ویکتور هوگو رو من گذاشته، که در شکل دادن شخصیت من نقش کلیدی داشت، کتاب بینوایان بود. من غیر ممکنه الان با این سن بله
این کتاب رو بخونم، کتاب بینوایان رو بخونم یا فیلم بینوایان رو ببینم برای کوزت گریه نکنم و متاثر نشید. یا مثلا اون شخصیت والای ژان والژان اونجا شد الگوی من که باید به انسانها کمک کرد. خب آقای رئیسی عزیز، قسمت عزیزم، خواهش میکنم برای که اما خیلی ازت سپاسگزارم، چقدر کمک میکنه به شناخت بیشتر روحیه جامعه در اون دوران و مثلا روحیه محیط های کارگری. ما رو ببر به خانت، ما رو دعوت بکن به خانت، آشنا میشیم با سر وضع خانواده، زندگی خانگی شما، چه درآمدی داشتی به عنوان کارگر شرکت نفت، یه نظر مالی میخوام ببینم، تأمین بودید به حد کافی نبودید، اینی که ما رو امشب شما دعوت بکنید به منزل خودتون ببینیم کجا زندگی میکنید، چه وضعیتی دارید. من اتفاقا ببین، وضعیت کارگرای شرکت نفت چند مرحله است، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم. من فکر میکنم از لحاظ تاریخی جز نسل سوم کارگران شرکت نفت باشه. نسل سوم، پدرم جز شاید نسل دوم، جز پدرم جز نسل اولیا هست. عجب. نسل اولی که مجد سلیمان اولین چای نفت بده به اصطلاح به نفت رسید در دوره انگلیسا، در دوره انگلیسی ها با انگلیسی ها کار کرد. اتفاقا من خودمان تو محله کارگری به موازات به اصطلاح فاصله کم بنگله های کارمندا شروع می شد که اینا متعلق به انگلیسی ها بودن، یعنی تا سال 32 این بنگله ها سه نوع خانه رو میتونیم در نظر بگیریم. بله. در آبادان هم همینجور یک بنگله هایی بودن که به اصطلاح مال سینیور ها بود، جونیور ها بود، یعنی کاملا طبقه بندی شده بود. یا مثلا تو آبادان یه منطقه بود همین الان بنگاله، یعنی تقریبا کلبه یا خانه کوچک. بله؟ بله. میگم کلبه یا خانه کوچک، ولی بنگله نه، اون مفهوم اینجا وقتی در آمریکا میگید یا خانه کوچک نبود. اتفاقا توی آبادان به عنوان مثال که معروفه بریم و باورده، مثلا اینجا دوتا منطقه کاملا تاپ هست، ویلایی بهتره بگم که ویلایی، آفرین، شاید این بهتر باشه. درست. خود این کلی حوادث ایجاد میکرد بین بچه های کارگرها و کارمندا و سینیورها و انگلیسی ها و خاطرات کودکی بسیار زیادی ما با اینا داریم. و به همین دلیل اگر من به اون دوره نگاه بکنم، وضع کارگرها در اون دوره خیلی بد بود. بد بود. اتفاقا توی کتابای گوناگون که بعدها خوندم، آقای فرمان فرمایان که گزارشگری است که در مورد وضع کارگران آبادان در سالهای 1300 قبل از ملی شدن بیان میکنه، بسیار وضعیت بدی بود. یعنی تا جایی بود که گفته میشد که به اصطلاح ممنوعیت اکید وجود داشت که به مناطق انگلیسی ها کارگرا برن. یا به عبارتی میگفتن که یک نوع سیستم آپارتاید بود. همون چیزی که مثلا فرض کن در آفریقای جنوبی بود. که ورود سگ و به اصطلاح فلان به این منطقه ممنوع است. تا این حد وضع طبقاتی و فاصله دار بود. در صورت پدر منم یه خانواده پر اولاد بودیم، 7 نفر بودیم، 4 تا پسر و 3 تا دختر. پدر من در صورت نه تنها با کارگریش سعی میکرد تامین معاش کنه، بلکه بسیار انسان زحمتکشی هم بود. باغداری میکرد، دامپروری میکرد و فلان، یه مجموعه رو با هم پیش میبرد و به همین دلیل به اصطلاح تونست ما رو از لحاظ تغذیه جسمانی خوب تربیت کنه، خوب نیازهای بیولوژیکمون رو تامین کنه. و خوشبختانه من بیاد دارم خصوصیت ایلیاتی درش خیلی قوی بود، یعنی با وجودی که کارگر بود ولی روح و روانش ایلیاتی بود، مثل ایلیاتی بختیاری. اولین کتابی که به من داد گلچین شاهنامه فردوسی بود و تأکیدم همش به من میکرد که اینو تو باید با آواز خوب بخوانی. من بیادم نمیره 6 ساله 7 ساله بودم، پدرم میگفت تو مرد شدی چرا نمیری کار کنی؟ برای من تعجب آور بود، ولی دیدم بزرگترین خدمت به من کرد. چرا که انسان در کار کردن شخصیت پیدا میکنه،
استقلال پیدا میکنه، قدرت تصمیم گیریش میره بالا. انسانی اینو اتفاقا تو زندان یکی از بچهای مهندس به من گفت. بریدم وقتی میگی زندان، زندان دوران شاه یا زندان انقلاب؟ نه دوران شاه. دوران شاه اتفاقا محیطی بود. کجا زندان بودی؟ کجا زندان بودی؟ کجا؟ توی هم کمیته مشترک ضد خرابکاری، هم قصر، هم ابین. بعد اونجا یه مهندسی بود، مهندس کشاورزی، بچه خیلی خوبی هم بود. یه روز اونجا وقت میگرفتیم از هم دیگه، مثل خاطرات و داستان و توانایی و علم و دانش به هم منتقل میکنیم. یه دانشگاه بود واقعا. بله. من اونجا خیلی چیزا یاد گرفتم. به من گفت تو میتونی به من بسرا وقت بدی که یه چند روزی خاطراتت من بدونم. گفتم آکی. رفت گفتم چرا این سوال میکنی؟ گفت من میبینم تو این 400 تا آدمی که تو بند هستن تو قدرت تصمیم گیری و قاطعیتت خیلی بالاست. من تعجب میکنم چرا. بعد داستانای زندگی من گفتم، از کودکی چی کار کردم تا جا. بعد خودش یه جمله به من گفت، گفت این که تو قدرت تصمیم گیری بالاست از بچگی است. میگفت من تا 24 ساله بودم، دانشگاهم تمام میکردم، برای سینما رفتنم باید از پدرم اجازه میگرفتم، اگه نمیداد نمیتونستم برم. یعنی قائم به خود نشدم. بعد به همین دلیل از این زاویه وقتی که من خاطرات به اصطلاح خیلی از شخصیت‌های بزرگ میخونم مثل رضا شاه، میگم درست این خصوصیتی که انسان از اون کودکی رو پای خودش بیسته، خود تصمیم گیری داشته باشه، اراده داشته باشه، از کودکی رشد میکنه تو آدم. در همه شخصیت های تاریخی من رصد کردم، در مورد استالین خیلی مطالعه کردم، در مورد هیتلر خیلی مطالعه کردم، در مورد فرانکو، در مورد لنین، همه اینها رو که من این روانشناسی شخصیت ها رو بررسی کردم، یکی از یه اینها اراده فولادین ناشی از اون مراحل شکل‌گیری شخصیت است که توی سنین تا 8 سالگی هم شکل میگیره، تا 8-9 سالگی شخصیت آدم شکل میگیره، بقیهش دیگه دانش کسب میکنی، اطلاعات دانش. آقای رئیسی، آقای رئیسی، شما از در واقع از موضع چپ شروع میکنید، از جایگاه چپ نگاه کردن به جامعه و حکومت و سیستم و خب مثل خیلی از به اصطلاح نیروهایی که با شما هم فکر بودن، آرزو دارید که به یه جامعه رویایی برسید، یا جامعه خیالی یا آرمانی خودتون. میخوام ببینم چی شد که از این موضع شروع به حرکت کردید، امروز یکی از تحسین کنندگان رضا شاه هستی. بله. این چطور میشه؟ خیلی جالبه برای من. ببین کاملا درست میگی شما. من فکر میکنم که فهم این مطلب که انسان باید فرزند زمان خودش باشه و به اندازه ظرفیت‌های عملا تاریخی شکل گرفته در اون مقطع از انسان‌ها باید انتظار داشته باشی. بله. به همین دلیل من وقتی که نگاه میکنم میبینم که به اصطلاح از جنبش بابی مطالعه کردم، افکار و عقیده های اونو آشنا هستم، از قبل از اون از جنبش شیخیه تمام این مراحل رو مطالعه کردم. هر کدوم اینا بخصوص اندیشمندان بزرگ پیش از مشروطیه که به اینا عصر روشنگری مشروطه اسمشه بگذارم، و یا تدوین کنندگان یا نظریه پردازانی که اندیشه هاشون به انقلاب مشروطیت منتهی شد، مثل آخوندزاده، مثل میرزا آقاخان کرمانی، جلال الدین میرزای قاجار که اولین تاریخ نویس رمانتیک و مدرن ایران هست با ادبیات سره و تخلیه الفبا یا چه تخلیه به اصطلاح لغات عربی از متن کتاب واژگان فارسی، اینا هر کدوم فکرهایی داشتن، یا امیر کبیر بزرگ. من فکر میکنم تمام اندیشه ها رو، حالا نگم 100%، ولی در دوران رضا شاه مصمم شد که اینا رو متحقق کنه. مثلا یکی از آرزوهای قرة‌العین بزرگ چی بود؟ که کشف حجاب کرد در بندر بارفروش در مقابل 30,000 بابی که خود اونها هم اصلا وحشت کردن، این زن چی میگه؟ خب به نظر من
این ایده مال خود رضا شاه نیست، مال جنبش بابیه است و مال قرة‌العین بزرگه. بله. رضا شاه پیادش کرد. اندیشه به اصطلاح دبستان و مدرسه مدرن مال کیه؟ مال رشدی است دیگه، نه؟ که هم در تبریز چندین بار تلاش کرد مدرسه رو، مدرسه های مدرن رو با چیز مدرن پیاده کنه. چیکارش کردم؟ مدرسه شو آتش زدن. آخرین بار اومد تهران، رفت مشهد، هر جا رفت مدرسه شو آتش زدن. آخرین بار معلم رو کشتن، بچه ها رو کشتن توی همین تبریز از طرف مرتجعین. این اندیشه انسان بزرگ و مدرن رو کی پیاده کرد؟ رضا شاه با قدرت و قاطعیت اومد تبدیل به وزارت خانش کرد، نه اینکه چهار تا کلاس را بندازه، یک وزارت خانه تبدیل کرد. یعنی دولت ساخت، نهاد دولت، پروسه دولت سازی پروسه بسیار طولانی است، یه شب دو شب اراده گرایی کردیم. و رضا شاه وارث چی بود؟ آیا یه جامعه فرهیخته بهش داده بودن؟ 85-90% بی سواد روستایی، بعدش به اصطلاح از لحاظ الگوهای ملی کلی از این به اصطلاح دولت مردان این دوره یکی پرچم روس بالا چینش می برد بالا، یکی پرچم انگلیس رو برای مسئولیت، غیر از نه. و بعدش میبینیم که قوه قضاییه دست ملاها نیست که با اون چه اعمال قدرت هایی میکنن. تو هرچی رضا شاه سنگ بنای یک چیز رو ببین، شما نگاه بکنید در تمام طول دوران قاجار به این سو، به خصوص در زمان ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و الی آخر، برای اداره، برای مسافرت های خودشان هم، برای خوشگذری به اروپا وام خارجی میگرفتن و یه امتیاز رو به خارجی میدادن، قرضایی که از روس انگلیس میکردن، نه تنها هیچ اقدامی نمیکردن با درآمدهایی که داشتن و قرضهایی که میگرفتن، بلکه عملا کشور رو فروخته بودن. سنگ رو سنگ بند نبود، نه امنیت رو میتونستن تامین کنن، نه پیشرفت، نه امکان، صفر. حتی دولت های برخواست از مشروطیت هم که حسن نیت داشتن نتونستن. خب حالا سوال اینه، سوال کلیدی آقای رئیسی. رئیسی عزیز یه آخرین سوال، یه دقیقه بیشتر وقت نداریم در این منزه، به من بفرمایید که این دیدگاه شما نسبت به رضا شاه در این روزگار تحصیل شده یا نه، در همون زمان هم که شما به چپ گرایش داشتید و علاقمند بودید که به شکلی تحولاتی در مملکت رخ بده، به این نتیجه رسیده بودید؟ ببینید این پدیده اتفاقا در چپ در همون دوران حزب کمونیست ایران که هنوز من متولد نشده بودم، خب، و حتی در مورد شوروی ها که نظرشون نسبت به رضا شاه اولش خیلی مثبت بود، بسیار مثبت بود من. و کمک زیادی هم کردن. حزب کمونیست ایران هم به تدریج این دیدگاه رو پذیرفت که رضا شاه یه شخصیت ملی هست و داره وظایف، یعنی وظایف انقلاب بورژوا و دموکراتیک رو تو ایران انجام میده و راه رشد سرمایه‌داری رو فراهم میکنه. و اتفاقا تو نظریه پردازان شوروی هم آقایف معروفه تو این زمینه، که من وقتی مسکو رفتم با ایشون هم گفتگو داشتم، از نظراتش حتی سالها بعدش هم دفاع میکرد، که هنوز از رضا شاه دفاع میکرد. و تو این زمینه من فکر میکنم که این دوگانگی در چپ وجود داشت، یعنی دیدگاهی مثلا فرض کن سلیمان محسن اسکندری که بنیانگذار حزب توده است دیگه، یه شخصیت ملی و برجسته هم هست، درست؟ این به اصطلاح اون کمیته‌ای که تشکیل شد که پدیده جمهوری رو به رضا شاه پیشنهاد دادن، چند نفر، یکیش تقی‌زاده بود، یکیش هم به اصطلاح سلیمان محسن اسکندری، وزیر رضا شاه هم شد، درسته؟ وزیر معارف فکر میکنم شد. ایشون هم به اصطلاح پدر بنیانگذار حزب توده، چرا که جلسه 53 تن معروف که به حزب توده انجامید در خانه ایشون صورت گرفت. خب تا همینجا رو داشته باشیم آقای رئیسی، باز خدافظی کنیم در این منزل. خیلی ممنون، اطلاعات جالبی بود. ولی الان نکته گفتن، گفتن اون زمانی که من رفتم مسکو، میخوام ببینیم که
خودشون رفتن، دعوت شدن به مسکو، رفتن خاطراتشون رو خواهند گفت در منزل بعد. خواهش می‌کنم گفتگوی ما با آقای رئیسی رو. البته این تشکر بیشتر آقای رئیسی، یه تصویر کلی امروز سعی کردیم ارائه بدیم، ولی امیدوارم که هفته آینده اگه جلسه بعدی بله حتما رو همون روز شمار حوادث، چون یک مسئله بسیار ظریف و جالبی توی این روز شمار حوادث هست که بفهمیم روانشناسی طبقه حاکم چی بود، روانشناسی مردم چی بود، چرا اینجوری شدن، خیلی ممنون، و چرا طغیان احساس اینجوری هجوم آورد و این وضعیت رو وجود بود. در صورت مطالب خوبی میتونه داشته باشه. سپاسگزارم. سپاسگزاریم تا دیداری دیگر با آقای حشمت رئیسی عزیز.